در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، این وحشی ترین نظام استثمارگر جهان امروز به پاخواستن کارگران و استمرار اعتصاب ها و اعتراض های اونها و پیوند و همراهیشون با قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم، ظرفیت عظیم جامعه ایران برای انقلاب رو اثبات میکنه. برای بررسی وضعیت کارگران و همینطور تفاوت اعتصاب های امسال با سالهای گذشته همراه میشیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام میکنم خدمتتون آقای پرتوی، خیلی خوشحالم که شما رو همراه خودمون میبینم تو این گفتگو. اگه شما بخواید تصویری از وضعیت کارگر تو شرایط کنونی میهنمون بگین آقای پرتوی، چی میگین برام؟ خدمت شما، همکاران محترمتون و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی، عرض ادب و احترام دارم و بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما. عرض کنم خدمتتون که در هر جامعه با هر نوع سیستم حکومتی، وضعیت کارگران به عنوان طبقه‌ای که ثروت جامعه رو تولید می‌کنن بسیار بسیار مهمه و یکی از ابزارهای شناخت از چند و چون اون جامعه میتونه باشه. همونطور که شما در مقدمه به خوبی گفتین، یکی از ضد کارگری ترین حکومت‌های تاریخ معاصر در دنیا به طور واقعی حکومت آخوندیه و فشاری که به طبقه کارگر و کارگران و زحمتکشان ایران آورده، کارگران و زحمتکشانی که در واقع نه تنها شهروند یکی از کشورهای ثروتمند دنیا هستند، بلکه در همین نظام و در همین کشور هم با همین وضعیت کنونی مولدین ثروتن، یعنی ثروت تولید میکنن برای این جامعه. منتها زندگی 90% از کارگران و زحمتکشان به زیر خط فقر سقوط کرده، 60% از شاغلان در کشور تحت پوشش بیمه اساسا نیستن، آخوندها درمان و بهداشت رو خصوصی سازی کردن، در نتیجه چنان بلایی به سر کارگران و اعضای خانواده کارگران آوردن که حتی در شرایط بد مریضی هم باید سر کار برن، چون پرداخت ویزیت دکتر، خریدن دوا و درمان که تماما در انحصار سپاه جنایتکار پاسداران هست، همگی اینها شرایطی بسیار بسیار غیر قابل تحمل رو برای طبقه کارگر در ایران به وجود آورده. با وجود نرخ 50% تورم عمومی و با وجود نرخ چیزی بالای 84% تورم مواد غذایی، حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری 12.5 میلیون تومان شده که با خط فقر فاصله زیادی داره. خط فقر همکنون طبق اظهارات خود رسانه‌های رژیم 17 میلیون تومان هستش. بنابراین عواقب این کار اینطوریه که کودکان و نوجوانان و خانواده‌های کارگری به طور فزاینده‌ای از تحصیل و کسب دانش و با هر استعدادی که داشته باشن باز می‌مانند، به کودکان کار، به در خیابان‌ها زباله‌گردی و تن دادن به قراردادهایی که واقعاً روی بردهداری رو هم سفید کرده. در یک کلام خلاصه و مفید، وضعیت کارگران و زحمتکشان در ایران واقعا به طور واقعی نشون میده، همونطور که عرض کردم، یکی از ابزارهای تشخیص بلاییه که حکومت سرتاپا فاسد آخوندی بر سر مردم ایران و به طریق اولا بر سر طبقه کارگر و زحمتکشان آورده، تا جایی که نه تنها امنیت شغلی ندارن، نه تنها بیمه درمانی ندارن، نه تنها حقوقی رو که حتی حقوق کمی رم که براشون در نظر میگیرن، بعضا ما میبینیم بخشی از اعتراضات برای بازپس گرفتن حقوق معوقه شونه. فکر بکنید که اینا با کمترین دستمزد در بدترین شرایط بدون برخورداری از هیچ مزایایی کار میکنن، حتی حقوق ناچیز این کار رو هم دریافت نمی کنن. واقعا آدم میمونه چه اسمی روی این نظام ضد بشری، ضد کارگری تا مغز استخوان فاسد واقعا بذاره. واقعا آدم میمونه چه اسمی روش بذاره. نه. یک خانواده کارگری به طور واقعی 1/3 از ماه رو
میتونن با دستمزدی که دارن یک سوم از ماه رو میتونن بگذرونن، یعنی دو سوم از ماه، 20 روز از ماه، 3 هفته باقی مانده ماه رو اینا واقعا نه چیزی برای خوردن دارن، نه پولی برای خرید دارن، نه توانایی رفتن به پزشک و دکتر دارن و حتی توانایی استفاده از وسایل نقلیه عمومی رو هم ندارن. بله آقای پرتوی، حالا ما امسال مشخصا با از ابتدای اردیبهشت شاهد رو به گسترش اعتصاب‌های کارگران بودیم. خواستم از شما بپرسم که تفاوت اعتصاب‌های امسال کارگران رو و اساسا کل اعتصاب‌ها رو با سال‌های گذشته چطور می‌بینید؟ چه تفاوتی داره؟ به نظر من تفاوت اساسی و کیفی داره امسال. دلیلش هم بستر سیاسیه که جامعه ایران درش قرار داره، بستریه که حکومت آخوندی در ضعیفترین نقطه خودش قرار داره، با کلکسیونی و مجموعه‌ای از بحران‌های لاینحل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره روبروه و توان برخورد و توان حل کوچکترین بحرانی رو نه تنها نداره، بلکه در اونجا هم اگر توانایی وجود داشته باشه به اندازه یک سر سوزن، به دلیل مسائل سیاسی خواستشو نداره و ارادهشو نداره. بنابراین بعد از قیام شهریور ماه 401 و ادامه این قیام تا کنون که در اردیبهشت ماه 402 هستیم، به نظر من بستر سیاسی رو برای کارگران به وجود آورده که اینها حداقلش اینه که دیگه میدونن نه دستگاه‌های ساخته شده دست آخوندی به دست آخوندا به اسم کارگر، نه انواع و اقسام قراردادهای سفید، نه انواع و اقسام قراردادهای گوناگونی که میبندن، قول و وعد و وعیدهایی که میدن. به نظر من امروز اعتصابات بر این بستر موقعی که شکل گرفته، به همین دلیل هم گستردگیش رو داریم میبینیم، هم عمقش رو داریم میبینیم و همین که از خواسته خود کارگران به خوبی پیداست که اینها هیچ امیدی به این که حکومت آخوندی بتونه شرایطشون رو تغییر بده و یا حداقل خواسته هاشون رو بهشون بده، واقعا هیچ امیدی در این رابطه نیست. وگرنه ببینید، اعتصاب کردن پدیده شوخی نیست. حالا توی کشورهای مدرن، توی کشورهای دموکراتیک، موقعی که وارد اعتصاب میشن، سندیکاها، اتحادیه‌ها و صندوق‌های مالی حمایت از کارگران بالاخره در مدت اعتصاب کمک‌هایی که بهشون می‌کنن، پشتیبانی‌هایی که می‌کنن و حضوری که در سطح جامعه دارن، براشون بالاخره مدت اعتصاب رو و رد کردن اعتصاب رو تا رسیدن به حداقل خواسته‌هاشون آسان‌تر می‌کنن. در حکومت آخوندی اصلا و ابدا همچین خبری نیست. یعنی کارگری که حتی اگه تمام ماه رو کار بکنه، حتی اگه سر وقت پولشو بدن که معمولا این کار رو نمی کنن، یک سوم از ماه میتونه با این حقوق زندگی بکنه، الان اونم نداره، دست به اعتصاب زده. بنابراین این اعتصاب در اون شرایطی که میبینیم و اون اختلاف هایی که با اعتصاب کارگران در کشورهای دموکراتیک و در کشورهایی که کارگران دارای اتحادیه‌ها و سندیکاهای خودشون هستن، بسیار بسیار فرق میکنه. هر ساعتش واقعا تحملش بسیار مشکله. ولی ببینید، کار چنان به استخوان رسیده که این چنین وسیع و این چنین عمیق این اعتصابات شروع میشه و هر صنف و هر واحد تولیدی واقعا آستینا رو بالا زدن. به نظر من نشان از یک کارت به استخوان رسیدن از یک طرف، و از یک طرف دیگر این که مطلقاً کوچکترین اعتمادی در بین طبقه کارگر در ایران نسبت به حکومت آخوندی نیست. یک حکومت تا بن استخوان فاسده و در هر واحد تولیدی، در هر بخش کارگری که ما نگاه بکنید، آثار ردپای بیت خامنه‌ای رو به وضوح میتونی ببینی. یعنی مسئول مستقیم فلاکت امروز طبقه کارگر خود شخص خامنه‌ای و بیت خامنه‌ای هستش به نظر من. آقای پرتوی، حالا مقاومت ایران چه برنامه‌ای برای تأمین حقوق کارگران و حالا زحمتکشان که شما گفتین کشاورزان برای بعد از سرنگونی این رژیم داره؟ عرض کنم خدمتتون که حتی تا قبل از سرنگونی این رژیم هم من
به یک نکته‌ای برخورد کردم که به نظرم خیلی جالب بود که خدمت شما و بینندگان بگم که در 27 اسفند ماه سال 57 یک برنامه حداقلی از طرف سازمان مجاهدین خلق ایران ارائه شد در ارتباط با حقوق کارگران، اینکه زمین‌های مصادره شده به کشاورزان برگرده، اینکه کارگران در سهم کارخانه‌ها شریک باشند، اینکه کارگران باید دارای تأمین شغلی باشند، باید دارای بهداشت رایگان و مجموعه‌ای از ثروتی که دارن تولید میکنن واقعا بخش معینش باید به خودشون برگرده که اینها بتونن به اصطلاح یک زندگی خوب و راحتی داشته باشن. از 27 اسفند ماه سال 57 ما دارم صحبت میکنم. متا بعد از اون در جواب مشخص سوال شما در ارتباط با برنامه شورای ملی مقاومت ایران در مورد مسئله کارگران و زحمتکشان که برنامه بسیار مدونیه که در مهر ماه 1360 اومده، من واقعا به بینندگان محترم، به کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن، واقعا ازشون میخوام که حتما این برنامه رو بخونن، چون واقعا با برنامه های کارگری احزاب کارگری در کشورهای اروپایی موقعی که مقایسه میکنی واقعا یک سر و گردن از اونها هم بالاتره. یعنی ببینید از مهر ماه سال 60، یعنی تقریبا 43 سال پیش، 42 سال پیش یک همچین برنامه‌ای داده شده که مشخصا صحبت از آزادی تشکیل تجمعات کارگری، برخورداری از اتحادیه‌های کارگری، برخورداری از سندیکاها، برخورداری از صندوق اعتصاب، برخورداری از بهداشت و مخصوصا بهداشت برای خانواده‌های کارگری و کودکانشون و سهیم شدن در سود کارخانه، میزان ثروتی رو که تولید میکنن باید به طور مشخص و شفاف بخشیش واقعا برگرده به تولید کننده این ثروت، نه اون وضعیت فاجعه باری که امروز داریم میبینیم. ببینید اگر ما امروز طبقه کارگر ایران دارای اتحادیه‌ها و سندیکاهای خودشون بودند، به طور مشخص این وضعیت پیش نمی اومد که یک آخوند و یا چند فرمانده تروریست سپاه پاسداران بیاد برنامه معیشت و میزان دستمزد و حقوق کارگران رو تعیین بکنه، بلکه مثل تمام کشورهای دنیا، مثل این کشورهای دموکراتیک، در اتحادیه‌های خودشون کسی که این کار است، کسی که با گوشت و پوست خودش این کار رو کرده، میدونه میزان درآمدش چقدر باید باشه، به چه میزان بهداشتی، و در نهایت هم مسئله ایمنی کار. ما میدونیم که در ایران آخوندزاده کم نیستن، در سال تعداد بسیار زیادی از کارگران به دلیل کار خطرناکی که دارن انجام میدن با دستمزد کم و جانشون رو از دست میدن، ولی از هیچ نوع بیمه و یا درمان و یا جبران خسارتی واقعا برخوردار نیستن. در یک کلمه، یک حکومت تا مغز استخوان فاسد و به طور واقعی دشمن آشتی ناپذیر طبقه کارگر و زحمتکشان ایران هستش و به نظر من این نکته به خوبی در بین طبقه کارگر ایران جا افتاده که حیات و مماتش منوط بر اینه که این رژیم رو باید سرنگون بکنه، وگرنه با وضعیتی که پیش میره در این 43 سال به این درجه از فقر و فلاکت رسیده، جان خودش و خانوادهش، حالا مسئله مریضی باشه که توان درمانش رو ندارن یا مسئله معیشت باشه که سفره‌هاشون روز به روز کوچیک‌تر میشه و به دلیل سوء تغذیه باید از بین میرن، یا اینکه بچه‌هاشون که به خیابان‌ها و به مراکز کار با کمترین دستمزد روانه میشن. بنابراین به طور واقعی نجات واقعی طبقه کارگر از این وضعیت فلاکتبار که در دنیا واقعا در نوع خودش کم نظیره، فقط و فقط سرنگونی حکومت آخوندیه. بله، ممنون های پرتوی که ابتدا برامون از برنامه مقاومت گفتین، که گفتین از مهر سال 60 مدون شده و بینندگان رو توصیه کردین که این رو بخونن. خیلی ممنون که این رو به اطلاعمون رسوندین. همینطور اشاره کردین به راه و مسیر درستی که خلاصه این حقوق ضایع شده طبقه کارگر و کلیه اقشار مردم ایران که گفتین با سرنگونی به دست میاد، اما
ما الان شاهد اینم هستیم که الان برخی هستن که در این حین به مبارزه مدنی و صنفی تحت همین نظام هم میگن و خلاصه تبلیغ میکنن و اینا. در مجموع راه و مسیر درست به نظر شما چیه؟ ببینید، اینایی که از مبارزه مدنی و یا خشونت پرهیز دارن دم میزنن، به طور واقعی یا خائنان ضد خلقی هستن که خودشونو به کوچه علی چپ میزنن و وضعیت واقعی طبقه کارگر رو در به وسعت تمام جغرافیای ایران نادیده میگیرن، و یا اینکه خوشنشینایی هستن که مطلقاً خبر ندارن، مثلا اطلاعاتی ندارن، لاتائلاتی میان روی هم سوار میکنن و تحویل میدن. وگرنه حکومتی که به طور سیستماتیک در یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا میاد بخش عظیمی از جامعه رو به چنان درجه ای از فلاکت و فقر میرسونه که با وصف اینکه اطلاع داره، میدونه این واحد تولیدی که اکثرا هم مدیران و گردانندگانش از اعضا و فرماندهان سپاه تروریستی پاسداران هستن، با وصف اینکه اطلاع داره، میدونه این هستش و میدونه امکان داره حقوقش هم ندن، ولی چون امنیت شغلی نداره، چون در جامعه‌ای زندگی میکنه که تا مغز و استخوان امنیتیه، باز هم سر کار میره و باز هم تحمل میکنه. این صحبتایی که در مورد مبارزات مدنی و دندون روی جگر گذاشتن به امید واهی مردم رو و یا طبقه کارگر رو امیدوار کردن که اوضاع خوب میشه، اینها فقط و فقط توی جیب خامنه ای میره. چرا؟ چون بانی و باعث وضعیت فلاکتبار طبقه کارگر ایران خود بیت خامنه ای و خود حکومت آخوندی هستش. اینه که بحث از مسئله صنفی میکنن، من نمیدونم واقعا اینو جلوی مرغ پخته بذاری خندش میگیره. در حکومتی که تا مغز استخوان امنیتیه، در حکومتی که تمامی قدرت در دست یک نفر متمرکز شده، اصلا چیزی به اسم مبارزات صنفی وجود نداره، چیزی به اسم مبارزات مدنی وجود نداره. شما همیشه ببینید طبقه کارگر ایران در این 43 سال همیشه برای خواسته های خودش ایستاده، همیشه مبارزه کرده، همیشه پافشاری کرده، منتها هر بار بدتر از بار قبل شده. چرا؟ چون با یک حکومتی طرفه که نه خواستشو داره و نه توان این رو داره که واقعا جواب این مسئله رو بده. بنابراین برای همینه که نگاه کنین، شما الان از مال باختگان گرفته تا بازنشستگان و مستمری بگیران، تا پرستاران، تا معلمان، تا فرهنگیان، تا خود کارگران، تا خود کشاورزان اصفهان و سایر نقاط مملکت، به محض اینکه اقدام به یک اعتراض میکنن، در همان دقایق اول، این بسیار بسیار جالبه واقعا، در همان دقایق اول مبارزه سمت و سوی سیاسی میگیره، به مرگ بر خامنه ای و مرگ بر حکومت آخوندی میرسه. چرا؟ چون تمامیت جامعه در دست ولایت فقیه متمرکز شده و تمام این تولید کنندگان ثروت که طبقه کارگر ایران باشن، ثروتی رو که تولید میکنن مستقیما به بیت خامنه ای میره. بنابراین بسیار بسیار طبیعیه که اینها از این مبارزه دست بردار نباشن و اکنون در پیوند با مبارزات شهریور 1401 به نظر من مبارزات کارگری افق بسیار بسیار روشنتری پیدا کرده و تمام ترس حکومت آخوندی هم در این یک هفته گذشته از خود ولی فقیه ارتجاع که چند سخنرانی کرده تا نمایندگان رنگ با رنگ، وزرای مختلف، حتی چند وزیر رو از کار برکنار کردن، طوری که دولت جلاد 67 رکورد تعویض وزیر داره. چرا؟ چون فشار از پایین زیاده. این بار واقعا تصمیم قطعی و جدیه و همونطور که عرض کردم، به طور واقعی مسئله مرگ و زندگی برای طبقه کارگر، برای خانواده کارگری، بس کجا بیاره؟ بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهروز پرتوی. از نکاتتون سر
اعتصاب کارگران و مجموعه فشارهایی که روی کارگران وجود داره و اینکه پیوند زدیم به اینکه اگر اینا میخواد محقق بشه در چه مسیری و چگونه همه اینها امکان پذیر خواهد بود و مسیرهای انحرافی رو هم برامون توضیح دادین. بسیار سپاسگزارم ازتون آقای پرتاوی، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین. خدا نگهدار شما. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتی. خدا نگهدار. درود بر شما.